از ما زمینیان به شما آسمان سلام، مولای دل شکسته امام زمان سلام. این روزها هزار برابر شکسته ای، حالا کجای روضه بابا نشسته ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و تقدیم درود و سلام به محضر پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار و مظلوم امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم. این سوگواری و سالگرد شهادت امام حسن عسکری را خدمت یکایک شما بزرگواران و همه عاشقان و محبان پیامبر و اهل بیت بزرگوار ایشان و مخصوصا به محضر آقا و مولایمان امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. بله، امشب در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی هستیم با موضوع امام حسن عسکری علیه السلام و بهره‌مندی از علم غیب. سلام علیکم جناب استاد روحانی، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام حسن عسکری خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام، محضر مولایمان امام زمان روحی فدا، و همچنین بینندگان محترم شبکه جهانی هادی. سلامت باشید، انشالله که در طول برنامه بتانیم از محضر شما استفاده کنیم. مثبت 964-780-255-413 در خدمت شما هست برای ارتباط با این برنامه که به صورت زنده و مستقیم در شب شهادت امام حسن عسکری تقدیم شما میشه. یک عذرخواهی هم از شما بکنم بابت تأخیری که این برنامه انجام پیش آمد. برای شروع این برنامه از قبل هم اعلام کرده بودیم خدمت شما بینندگان، با توجه به اینکه بخش پشتوی شبکه 6 تلویزیونی هادی بخش زنده داشتن از سامرا از جوار بارگاه ملکوتی امامین عسکریین علیهم السلام، خب یک مقدار این برنامه ما به وقت بیداری هم با تأخیر خدمت شما تقدیم میشه. بله جناب استاد بزرگوار، با توجه به آن چی که من خدمت بینندگان عزیز اعلام کردم، موضوع برنامه که امام حسن عسکری علیه السلام و بهره‌مندی ایشان از علم غیب هست، خب اصولا علم غیب الهی یعنی آن چیزی که فراتر از دسترس انسان ها هست و در اختیار خداوند هست، آیا انسان امکان دسترسی به این علم غیب داره؟ آن چی که برای انسان غیب است، برای انسان‌های معمولی غیب است و برای خداوند شهود هست، امکان دسترسی به این سطح از علم برای انسان مقدور و میسر هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پاسخ پرسش حضرت عالی عرض میکنم که قطعا بله، بشر میتونه دسترسی به علم و آگاهی های غیبی داشته باشه. وقتی که انسان منابع دینی، ام از
قرآن و روایات پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رو مورد دقت و بررسی قرار میده، بله به این پاسخ مثبت هم به جواب سوال شما خواهد رسید. منتها وقتی که انسان آیات رو نگاه میکنه، شاید بشه چند دست آیه، حداقل دو دست آیه رو در خصوص علم غیب انسان مشاهده کنه. گاه ما در آیات داریم که علم غیب رو فقط مال خدا میداند، عالم الغیب و شهاده، یعنی کسی که غیب و شهادت رو میداند خداست، اوست که پنهان و نهان اسرار و اعلان رو آگاه هست و میفهمد. بله. گاه سیاق و ردیف کلمات وحی مقداری تندتر در این زمینه، مثلا با حصر آمده این علم غیب رو اختصاص داده به خدا که فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انما که حدات حصر حصر، انحصار این غیب رو در الله ذات باری تعالی میرسونه، یعنی منحصرا علم غیب اختصاص به خدا داره، یعنی فقط خدا آگاهی فقط هست و فقط غیبی هست، فقط و فقط خدا بله عالم الغیب است. یا میفرماید که قول لا یعلم الغیب فی السماوات و من فی الارض الا الله. اینجا هم باز از ادات حصر استفاده کرده، بله. هم لا آورده هم الا آورده، یعنی در زمین و آسمان کسی غیب رو نمیداند جز خدا، جز خداوند. این آیات رو که آدم میای نگاه میکنه، از این آیات استشمام میشه پس علم غیب در اختیار بشر قرار نگرفته، بشر نمیتواند به علم غیب دسترسی داشته باشد. قسم دوم آیات رو که انسان میره نگاه میکنه، ما پیامبران الهی رو کسانی میدانیم که اینها علم غیب رو دارا هستند، اما گاه آیاتی در قرآن هست که خلاف این تصور رو تداعی میکنه، یعنی نص و صریح آیه قرآن این است که ولو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. آ رسول الله، میفهمن اگر من علم غیب مینیشتم خیر بیشتری به من میرسید، ضرر کمتری به من میرسید. ای که پیغمبر فرمودن، این چیزی که شما فرمودن روایت نبوی است، نخیر آیه قرآن است. خب آیه قرآن از زبان پیامبر، بله، در سوره اعراف یا انعام هست، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. از این آیات هم استفاده میشه که خب پیغمبر هم ای بسا علم غیب نداشته باشه. چرا؟ چون در طائفه اول و گروه اول از روایات علم غیب رو ما فقط اختصاص به خدای متعال دادیم. بله. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا الله. این علم غیب فقط مال خداست. اگر تصور بشه که پیغمبر اسلام هم علم غیب داره، خود اینو دارن نفی میکنن. من علم خوب. غیب رو نمیفهمم، که اگر میفهمیدم خیر بیشتری به من میرسید، شر کمتری به من میرسید. این هم طائفه دوم. اما گروه سوم آیات، آیاتی است که در خصوص علم غیب میتونه بشر رو هم صاحب علم غیب بداند، بشر هم میتونه علم غیب داشته باشه. مثلا در سوره مبارکه طلاق خدای متعال میفرماید که علم غیب پیش خداست، عالم الغیب. علم غیب پیش خداست، عالم الغیب خداست. فلا یظهر غیبه علی احد. این علم غیب خور به کسی اظهار نمیکنه، به کسی نمیده، در اختیاری قضی قرار نمیده، بله، الا من ارتضی من رسول، مگر اینکه پیغمبری باشد، پیام آوری باشد، رسولی باشد از جانب خدا که خداوند عمل کرد و او رو بپسنده. پس از این آیه میشه استفاده کرد که علم غیب در اختیار بشری مثل پیغمبری که مرتضای خدا هست میتونه قرار بگیره. بله. یا در سوره مبارکه آل عمران میفرماید که و ما کان الله لیطلعکم غیب. این رقم نیست که خدای متعال بیاید شما انسان ها رو، شما بشر معمولی رو مطلع و آگاه بسازد از اسرار نهانی
و علم غیب رو به پای شما بریزه. اما ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما همین خدایی که صاحب علم غیبه، علم غیب رو هم به کسی نمیده، اما گاه از میان بشر یک نخبه هایی هستند، یک انسان های برتری هستند که خدای متعال سینه اونهان و اسرار الهی رو در او جای میده. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، از بین پیامبرانش. بله، یعنی اگر یک پیامبر برگزیده ای باشد، خدای متعال این علم غیب رو در اختیار او قرار میده. ناکنین ما سه طائفه آیات رو آمدیم بررسی کردیم، آیاتی که انحصار علم غیب رو فقط مال خدا میداند، بله، آیاتی که خود پیغمبر نفی علم غیب میکنه از خودش، بله، و آیاتی که خدای متعال در این آیات میای میگه من علم غیب رو در اختیار رسولی که مرتضی باشد، رسولی که مجتبا باشد، از جانب خدا برگزیده شده باشه، از جانب خدا مورد رضایت و استفا باشه، خدای متعال این علم غیب رو در اختیار او قرار میدهد. خب حالا ناکنه در آیات قرآن نمیشه انسان یک آیه رو ببینه بدونی که سایر آیات رو نگاه کنه بعد حکم و قاعده کلی جاری کنه، بلکه باید نگاه ما به آیات نگاه انضمامی و مجموعی باشه، نگاه شبکه‌ای باشه، نه نگاه جزیره‌ای یک آیه رو به تنهایی انسان بیایه معنا کنه. بله، حتما باید در ردیف سایر آیات باشه، سایر آیات رو ببینیم. در روایات داریم که میگه القرآن بعضه ینطق ببعض، برخی از قرآن داره برخی دیگر از آیات رو به نطق وادار میکنه، یعنی تفسیر میکنه. بله، تفسیر قرآن به قرآن که مبنای تفسیری برخی از اعلام و بزرگان تفسیری است، برخواسته از همین روایت هایی است که قرآن میتونه مبین، مفسر و توضیح دهنده سایر آیات قرآن باشه. بله، اگر این نگاه انضمامی و نگاه مجموعی رو به آیات داشته باشیم، آیات علم غیب رو کنار هم بگذاریم، خروجی و همین است که بله، علم غیب فقط مال خدا هست. بله، اما استقلالا و به ذات. درست، یعنی حقیقتا او کسی که در عالم علم غیب داند فقط و فقط خداست، غیر خدا این علم غیب رو استقلالا نداره. اما اینکه غیر خدا نداره، چه قسمی به این علم غیب دسترسی پیدا میکنه، اجازه بدین که بعد از یک میان برنامه از زبان شما میشنویم. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه که همکارای ما با مناسبت شهادت امام حسن عسکری 11 اختر تابناک آسمان ولایت و امامت تهیه کرده و تقدیم نگاه های شما. جان جهان فداییت، فخر بشر گداییت، هستیم همه یا سیدی سائل سامراییت. به عشق سامرای تو دلم شده هواییت، هستیم همه یا سیدی گدای سامراییت. آهی جگر سوخته از سوز نهانی، دادن تو را زهر در ایام جوانی، جان شد به لبت از ستم دشمن جانی، شد کار محبان ز غمت مرسی خانی. ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک، آخر از زهر جفا گردید قلبت چاک چاک چاک. پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک، ای جمالت مصطفایی، ای جلالت حیدری، تا
تنها نه این که بر تن تو جامه عزاست، حتی سیاه پوش غمت سر من رآست. غم واژه‌ای که بیشتر از هر کس دیگر با چشمهای دائم الاشک تو آشناست. تسلیت گویمت من از سوز جگر یبن الحسن، تسلیت گویمت من از سوز جگر یبن الحسن، بر تو از داغ جگر سوز پدر یبن الحسن. عرض سلام مجدد و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین عسکری علیه السلام خدمت شما بینندگان عزیز، مخصوصا شما بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستین. بله، شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از استودیوی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید. اجازه بدین که بحث دنبال کنیم در موضوع امام حسن عسکری علیه السلام و بهره‌مندی از علم غیب در خدمت کارشناس محترم جناب استاد روحانی. بله جناب استاد، فرمودین که وقتی که ما به قرآن نگاه میکنیم درباره اینکه علم غیب مخصوص خدا هست یا اینکه انسان هم به او دسترسی داره یا نه، سه دسته آیات رو شما فرمودید. بله. آیاتی که علم غیب مختص خدا میدانه و یک سری آیاتی که از زبان پیامبر قرآن نقل میکنه که دسترسی به علم غیب پیامبر از خودش نفی کرده، اگر ما چون این امکانی میبود چی بسا که به خیری بیشتری میرسیدم. و یک سری آیاتی هست که باز اینجا قرآن تصریح میکنه که ما از زبان خداوند که به برخی از فرستادگانم علم غیب میتونم. خب این به چی صورت جمع میشه؟ جمع این آیات با توجه به این که شما فرمودید قرآن بعضی از آیات بعضی از دیگر را تفسیر میکنه و ما اگر بخوایم یک نگاه جامعی به قرآن داشته باشیم به چی نتیجه میرسیم در این زمینه؟ بله. خدمت شما عرض کنم که اون وجه جمعی که بین سه دسته از آیات باید مد نظر بگیریم اینه که علم غیب مال خداست استقلالا به ذات. یعنی چی؟ یعنی او کسی که تنها علم غیب داره خداست، یعنی این علم غیب از خود اوست، از کسی نگرفته، کسی دیگه داره، کسی این نیست. امکان و این ویژگی رو به خدا نداده. بله، اما پیغمبران علم غیب دارن، منتها این علم غیب اینا با واسطه تفویض و افاضه خداست. یعنی اگر خدا بخواهد اونا علم غیب دارن، خدا نخواهد میشه ولو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر. خدا بخواهد میشود الا من ارتضی من رسولین، اگر خدا اراده کند میشود و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. پس امام و بعد پیغمبر اینها میتوانند صاحب علم غیب باشند، منتها این علم غیب رو از خدا عقص کردن، خدای متعال بر اینا علم در واقع کردن. خداوند هست که به اقتضای مأموریت و رسالت و امامتی که این پیامبر یا امام داره اینها را از بعضی از امور غیبی آگاه میکنه. اگر خدا بخواهد اینها این آگاهی رو دارن. بلد. حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام همین مسئله رو تأکید میکنه، میگه و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. من علم و آگاهی دارم که میفهمم شما در خانه های خود چی غذایی خوردید و میخورید و چی غذایی رو انبار کردید در آشپزخانه های خانه خود، این غذا رو دارید. منتها همه اینها به اذن الله هست، خدا خواسته این علم رو در اختیار ما قرار داده. یعنی اگر ما خودم تنها باشم ره به این علم نمیبرم، پای ما هم اینجا لنگ است، نمیتونم جلو برم، اما خدای متعال این فیض و این علم و این رحمت رو نصیب و روزی ما کرده است. این میشه وجه جمعی که خدا این علم غیب رو ذاتن داره، اما اگر به دست پیغمبر برسه، به دست
زمان برسه از رهگذر علم غیب الهی اینها برخوردار و بر بهرمند خواهند شد. درست. که امامان ما و پیغمبران الهی همه به همه از همین قسم صاحب علم غیب هستند. درست. حالا برگردیم با توجه به اینکه امشب شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، ما این قضیه را در رابطه با حیات پربرکت این امام بزرگوار اگر نگاه کنیم، امام حسن عسکری آیا از علم غیب بهره‌مند بوده و اگر بوده به چه میزانی و چه قسمی از این علم بهره برده و استفاده کرد؟ بله، خب امام باید یک سرمایه از علم و معرفت داشته باشه، همون علم و معرفتی که خدا به پیغمبر داد و علمک ما لم تکن تعلم، همون علم و معرفتی که خدا پای این علم رو به قلب آدم ابوالبشر باز میکنه و علم آدم الاسماء کلها میشه، این علم در اختیار امام هم قرار داده میشه و البته یکی از سرمایه های هدایتگیری امام همین علم غیب است. بله. امام عسکری علیه السلام با اینکه فرصت محدودی برای امامت داشتن و عمر حضرت هم عمر کوتاهی بود، اما با توجه به شرایط سنی که حضرت داشتن بسیار فراوان از علم غیب استفاده کردن. از خیلی میکنم و علت هم داره. یکی از عواملی که امام عسکری خیلی از علم غیب استفاده کردن اینه که در دوران پدر بزرگوارنا امام هادی علیه السلام شرایط به یک شکلی رقم خورده بود که امام نمیتوانستن آشکارا امامت امام عسکری که امام بعد از خود نابوده رو به مردم بیان تبیین کنن. شرایط زمانه، یعنی امام هادی علیه السلام در تنگنا قرار داشته در این زمینه. بله، یک مزیقه های امام هادی داشتن. بله. که به خاطر همونها و از طرفی حفظ جان امام عسکری، چون اگر می آمدن صراحتا می گفتن که امام بعد از ما امام عسکریه، طاغوت زمان همون گونه که خود امام هادی رو به شهادت رسون، امام عسکری علیه السلام رو هم شهید میکرد. درست. لذا به این جهت امام هادی علیه السلام که نتونستن در بحث امامت امام عسکری، امام حسن عسکری یک مقداری بهتر ورود کنن، لازم بود که امام عسکری با سرمایه علم غیب خود به مردم بفهماند که امام بر حق بعد از پدر ما هستم. اگر دیگری ادعای امامت کرد و دست او از علم غیب خالی بود، او نمیتونه امام باشه. می که صاحب این علم هستم، امام شما هستم. این یک دلیل. درست. دلیل دوم اینه که امام هادی علیه السلام یک فرزندی داشتن که در زمان خود نا به شهادت رحلت کرد، معروف بود به سید محمد. بله. امام هادی علیه السلام که اسم مبارک نا علی بود، مثل جد خو امیر المؤمنین علی علیه السلام، دو تا از فرزندان خود مثل امیر المؤمنین حسن و حسین گذاشتن، امام عسکری امام حسن ابن علی نزکی العسکری. بله. و برادر نا هم حسین بود، حسین معروف شد به سید محمد. عزیزان بله. که جدیدن عتبات مشرف شده بودند در مسیر تشرف و پابوسی امامین عسکریین، خب به زیارتگاه سید محمد هم حتما بله. مشرف رفتن. شدن بله. انسان در مسیر بین کاظمین و سامراء در فاصله کمی از مسیر اصلی بله. سرگ کاظمین بغداد به سامراء قرار بله. انسان با تقوای، انسان عالمی بود و در زمان خود امام هادی هم رحلت کرد. ادهی تصور میکردن که امام بعد از امام هادی علیه السلام فرزند سید محمده و متاسفانه بر امامت او قائل شده بودن، ادعا داشتن. امام عسکری یعنی قسمی به سر زبانها افتاده بود که جانشین امام هادی سید محمد، فرزند سید محمده. امام هادی با سرمایه علم، امام عسکری با سرمایه علم غیب این ذهنیت غلط مردم رو داشتن اصلاح میکردن. و علت سوم فراوانی استفاده علم غیب امام عسکری علیه السلام میتونه شرایط و خفقانی باشد که در زمان خود امام عسکری علیه السلام حاکم بود. امام عسکری در یک پادگان نظامی به سر میبردن، یعنی اطراف نا
محدود بود، اجازه رفت و آمد با دیگران نداشتن. بله که حرمی بود قرار داره، پادگان بوده، یک پادگان نظامی تقریبا. و علاوه بر این که امام به این شکل در خانه خود محبوس بودن، قسمتی از عمر خودم انسان امام عسکری علیه السلام اصلا در زندان به سر می برد. و او زمانی هم که آزاد بودن مجبور بودن هفته دو بار خود رو به دستگاه حاکم ظالم عباسی معرفی کنن. روزهای دوشنبه و پنجشنبه امام باید می رفتند به دربار حاکمان زمانه زمانه و بعد خود رو معرفی میکردن که من مثلا تحت نظر بودم. بله. تمام اینها دست به دست هم داد که امام هادی علیه، امام عسکری علیه السلام یک مقداری سهم بیشتری از استفاده این آگاهی بروز های بده. این آگاهی بله. غیبی را بیشتر بروز بله نسبت به سایر معصومین. بله. حالا نمونه هایی را حتما انشاءالله از زبان شما خواهیم شنید، ولی بعد از دیدن میان برنامه. من که شور عاشقی در سینه و سر داشتم، صد هزار آینه غم در برابر داشتم. هر شب از سامره در سرداب غیبت تا سحر، روی صحبت در مدینه با پیمبر داشتم. صبحدم آتش گرفت از آه سوزانم چمن، سرچو از سجاده سبز دعا برداشتم. باغ شد لبریز از خون دل آلاله ها، باغبان می رفت و من چشمی ز خون تر داشتم. لاله ها می سوختند از داغ و من چون چلچراغ، بس که من در سینه داغ شعله پرور داشتم. بس که من در سینه داغ شعله پرور داشتم. ای سرافراز دو عالم، ای شکوه سرف ها، در بلندای حضورت سایه سر داشتم. ای تو با من مهربانتر از نسیم آشنا، اون زلفت با تو از گل نازنین تر داشتم. ای سراپا، ای سراپا اطریاسین، ای بهارستان وحی، بی تو من حال شقایق های پرپر داشتم. لطف زهرا داد امشب تا سحر تسکین مرا، آشنایی با نوازش های مادر داشتم. آشنایی با نوازش های مادر داشتم. بله، در این شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام دلها همه روانه سامر را شده و دور هر جایی که هستید انشاءالله عرض ارادت باشه، عرض سلام باشه و تجدید بیعت با امام زمان علیه السلام و عرض تسلیت به محضر ایشان. اونایی که امسال توفیق داشتن و مشرف شدن، مخصوصا امامین عسکریین علیه السلام، امام هادی و امام عسکری را در سامر را زیارت کردن، انشاءالله که زیارتشون قبول باشه. اونایی هم که آرزو به دل ماندن، از خدا می خواهیم که هر چیز زودتر به آرزویشان برسه. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هست. میتونید هم تماس بگیرید در طریق واتساپ و سوالایتون رو بپرسید درباره برنامه. اگر نقد و نظری دارید در خدمت شما هستیم. همینطور میتونید از طریق واتساپ و تلگرام پیام متنی و صوتی برای ما بفرستید و ما ایره، یا اگر جنبه شخصی و خصوصی نداشته باشه، از شبکه پخش میکنیم. پس منتظر ارتباط شما بزرگواران هستیم. بله، جناب استاد روحانی بزرگوار، خب شما فرمودید که وضعیت به گونه ای بود که دست به دست هم داده بود اوضاع و احوال زندگی و زمانه امام عسکری علیه السلام، که امام عسکری برای اثبات حقانیت و جایگاه خودش دست به دامن علم غیب الهی میشد و از این جایگاه و با
این صلاح مخاطب مخالفان و مخاطبان خودش اقناع یا ساکت میکردن. بسیار مشتاق هستیم که نمونه های از این از تاریخ امام حسن عسکری را برای ما بازگو کنید که تا ما بیشتر با حیات و زندگی و زمانه این امام مظلوم آشنا شیم. بله، خدمت شما عرض کنم که در منابع که سیره اهل علیهم السلام ثبت هست، موارد فراوانی رو آمدن در شرح حال زندگانی امام عسکری علیه السلام در خصوص بهره‌گیری و بهره‌مندی از علم غیب مطرح کردن. از جمله چند تا از مصادیق رو ما عرض میکنم. یک شخصی به اسم حلبی میگه ما در سامرا بودیم و ظاهرا روزی بوده که امام عسکری علیه السلام قرار بود که خود رو معرفی کنن به همون دستگاه حاکم. بله. لذا وقتی که حضرت داشتن میرفتن، قسمتی از مردم هم برای تماشا و دیدن و عرض ارادت به امام عسکری علیه السلام جمع شده بودند. حلبی میگه کنار ما یک جوانی ایستاد و بعد علت ازدحام جمعیت رو پرسید و من مسئله رو به او مطرح کردم که جناب ابن الرضا امام عسکری علیه السلام قراره که برند به مثلا دربار حاکم. و بعد از این که از او سوال کردم خب شما از کجا آمدی، به من پاسخ داد که من در مدینه زندگی میکنم، برای بار اول هست که به سامرا آمدم. در همین حال از او سوال کردم علتی و چیه این سفر تو، انگیزه و چیه. گفت راستی و در خصوص امامت جناب امام عسکری ابا محمد حسن ابن علی العسکری علیه السلام یک مقدار شبهاتی بر ما ایجاد شده، تشکیک در امامتی رو کردن. من سفر کردم از مدینه آمدم سامر را در این خصوص تحقیقی کنم، بار اولیست که من به سامر را آمدم. میگه در همین حین امام عسکری علیه السلام سوار بر همون اسب و استری که بودن از کنار ما رد شدن و بعد طرف این جوان نگاه کردن، فرمودن انت غفاریون، تو غفاری هستی از قبیله ابوذر غفاری. بله. صحابی بزرگوار پیغمبر. گفتم بله من غفاری هستم. بعد فرمودن مادرت حمدوی چه کار میکرد؟ گفتم او هم سالم بود در مدینه وقتی که ما آمدم، سالم زندگی رو ادامه میداد. میگه به همین دو تا سوال بسنده کردن امام عسکری از کناری عبور کردن، طرف رو نگاه کردم. حلبی میگه از این جوان پرسیدم امام عسکری رو قبلا دیده بودی؟ گفت نه. گفتم از کجا تو رو شناختن، تو رو که از قبیله غفار هستی؟ مادر تو رو از کجا شناختن؟ اون هم به اسم بیاین از مادر تو سوال کنن. و بعد از او سوال کردم که آیا اون شکی که در خصوص امامت امام عسکری داشتی زائل شد، برطرف شد، یا نه دنبال نشانه دیگری هم میگردی؟ گفت همینا کفایت میکنه. خب نها کنن، کسی که برای بار اول به یک شهر پا گذاشته، هیچ گونه سابقه آشنایی هم با امام نداشته، امام هم خود او و هم اسم مادر او رو و هم نسبت قبیله او رو. بله. خب این دال بر همین علم غیبی است که خدای متعال در اختیار امام قرار میده. نمونه دوم شخصی است به اسم اسماعیل ابن محمد، از خاندان و از نسل و تیره عباس ابن عبدالمطلبه، عموزاده های پیغمبر. بله. مگه در سامرا رفت جلو امام عسکری علیه السلام رو گرفت و تقاضای کمک کرد. قسم خورد که ابن رسول الله هیچ پولی به خانه نیست، هیچ درهم و دیناری ندارم که حتی یک نانی بره خوب بخورم. گاه از این مسائل دیده شده. بله. امام عسکری فرمودند که جناب محمد ابن اسماعیلی کار خوبی نیست، تو با این که پول داری، درهم و دینار داری و در جایی مخفی کردی، آمدی دست پیش ما دراز میکنی، و یه کار خوبی نیست که انسان با یک خود و اهل ثروت و سرمایه هست، یک موجودی داره دست پیش دیگران دراز کنه. گفت دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش.
امام عسکری علیه السلام تذکر رو به محمد ابن اسماعیل دادن که این کار ناشایستی است و بعد به او فرمودن که این تذکر رو هم که به تو دادم نه به خاطر این است که از کمک کردن به تو شانه خالی کنم، به تو کمک میشه اما عمل کرده تو عمل کرده خوبی نیست. امام رو کردن به خادم که اون مقداری از پول و موجودی که پیش تو هست همر بده به محمد ابن اسماعیل. میگه 100 دینار پول پیش خادم بود، همه رو داد به محمد ابن اسماعیل. امام عسکری علیه السلام بعد از این که گفتن یعنی 100 سکه طلا، بله پول بله دیگه دینار طلا. امام عسکری علیه السلام بعد از این که گفتن این کار خوبی نیست، تو با این که داری قسم میخوری که من پول چیزی ندارم، امام فرمودن روزی رو میبینم که احتیاج به اون درهم ها خوب پیدا بکنی، اون دینار ها رو لازم داشته باشی اما دست تو رو نگیره. میگه پول رو گرفت از امام که جدا شد، اولین کاری که مگه مکردم رفتم اون پولهایی که مخفی کرده بودم، دفن کرده بودم زیر زمین، اینا رفتم جای رو عوض کردم، از یک جا برداشتم به یک جای دیگه گذاشتم که کسی اینها رو مثلا رد نزنه، مخفی باشه از چشم دیگران، خدا انشالله به هیچ کس اولاد بد نده، اولاد ناشایست نده. پسری و پدر رو تعقیب میکنه، دنبال میکنه و نگاه میکنه که پدر در فلان نقطه پولهایی رو مخفی کرد، در اون زمان مشخص میای زمین رو حفر میکنه، تمام پولها رو برمیداره. محمد ابن اسماعیل چند مدت بعدی که احتیاج به پول داره به همون جا میای، به همون جایگاه میای، زمین رو که حفر میکنه هیچ چی دیگه به دستی اون نمیرسه. یاد فرمایش امام عسکری افتاد که امام فرمودن یک زمانی احتیاج به پولها خود داری، پیدا میکنی احتیاج، اما پولی دیگه نیست. بازم نکنین این آگاهی های غیبیه که امام عسکری، این راوی این قضیه دوم خود همین محمد ابن اسماعیل بوده، بله. خود شخص بوده که اتفاق براش افتاده، بله. درست. موارد دیگه هم دارم. یک جوانی است به اسم محمد عیاش، میگه من امامت امام عسکری علیه السلام رو قبول نداشتم که ای بسا زاویه هم با حضرت داشتم. میگه در یک جای نشسته بودیم، عده ای از ارادتمندان و موالیان امام عسکری نامه هایی به حضرت می نوشتن و بعد جواب نامه ها رو امام عسکری علیه السلام مرحمت میکردن. طرف من نگاه کردن بعد گفتن تو چیزی، سوالی، پرسشی از امام عسکری نداری که به تو پرسش گری کنه، گره مشکل تو رو باز کنه از حیث علمی؟ بله. میگه من خیلی اعتنا نکردم چون قبول نداشتم، اما گفتم چرا، من هم یک نامه می نویسم، منتها قلم رو بر می داره بدون مرکب بر روی کاغذ می دوانه، یه چند کلمه بدون یک رنگی باشه روی کاغذ سفید می نویسه، دیدم نمیشه دیگه. بله. این رو هم میده دست افراد، میگه وقتی که امام شما نامه های شما رو جواب داد دیگه جواب نامه ما رو هم بده. میگه جواب نامه ها که رسید بعد نامه ای جوان رو هم برو تسلیم کردن، بعد دیدن وقتی که نامه رو میخونه بیهوش میشه، از حال میره، با حال که آمد امام از حال میره؟ نه، همین شخص های محمد خود جوابی عیاش. که امام وقتی که میبینه بعد از این که پاسخ امام به دستی رو میرسه، بایی که این شخص بدون جوهر نوشته بوده، درست. رنگ نداشته، فقط این قلم رو برداشته رو صفحه کاغذ بلغزانده، بگشتانده، دیگه چیزی ثبت نشده بوده. بله. اما بعد از این که وام کنه میبینه اسم خودی و با نام پدری و در این نامه ثبت شده، یعنی نوشته کرده بوده که اسم من چیه، نام پدر من کیه، اینو نوشته کرده بوده به امام عسکری علیه السلام. در جواب هم نامه نانوشته خانی این نامه نانوشته او رو خوانده بودن و جواب داده بودن که نام تو مثلا محمد عیاش هست، پدر تو هم فلان کس هست. میگه این رو که دید آمد و قائل به امامت امام عسکری علیه السلام شد. یک نمونه دیگه هم اگر فرصت تمام هست، من از شما عذرخواهی میکنم تا به همینجا بسنده میکنیم. انشاءالله که بینندگان عزیز و گرامی ما خودشون مشتاق شدن و بروند
مطالعه کنن، بیشتر با شخصیت امام ها مخصوصا امام حسن عسکری آشنا شون و معرفتشون درباره امام بیشتر شود. از شما سپاسگزار هستیم، همینطور از شما بینندگان عزیز و گرامی که به حوصله مندی تا پایان برنامه با ما همراه بودید، همراه با کارشناس محترم جناب اسلام المسلمین روحانی. شب خوب و آرام را برایتون آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.